واژه پادشاهی در تاریخ با نام مردان گره خورده، اما در تاریخ ایران باستان حداقل سه پادشاه زن حضور داشتند که در سخت‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین بزنگاه‌های تاریخی بر تخت پادشاهی تکیه کردند. این داستان پادشاهان زن در ایران باستان است. با ما همراه باشید. شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نخستین زنی که در تاریخ ایران باستان به عنوان پادشاه بر تخت نشست، نه یک بانوی ایرانی بلکه یک برده زن رومی بود. ترامزا یا موسا، نخستین پادشاه زن در ایران باستان و البته تنها زن غیر ایرانی در تاریخ بوده که در ایران به سلطنت رسیده است. سال 34 پیش از میلاد، دربار امپراتوری اشکانی، شخصی به نام تیرداد با شورش بر علیه فرهاد چهارم پادشاه اشکانی را سرنگون کرده و به جای او بر تخت سلطنت نشسته است. اما فرهاد چهارم در حدود 2 سال بعد با کمک سپاهیان عشایر سکایی که در قسمت‌های شمالی ایران حضور داشتند، تیرداد را شکست داده و تاج و تخت خود را از او پس گرفت. تیرداد بعد از این شکست از ایران فرار کرد و یکی از پسران پادشاه را نیز به عنوان گروگان با خود به روم برد. فرهاد چهارم پس از حدود 14 سال بالاخره بر سر آزادی فرزندش با دربار روم به توافق رسید و در سال 20 پیش از میلاد فرمانروای روم پسر فرهاد را به همراه اسیران جنگی بازمانده از نبردهای پیشین دو کشور و همچنین چندین درفش کاویانی به ایران فرستاد. اما در میان هدایای امپراتوری روم یک برده زن رومی نیز حضور داشت. در آن زمان هیچ کس تصور نمی کرد که این برده زن پادشاه بعدی سلسله اشکانیان باشد، اما تاریخ سرشار از اتفاقات باور نکردنی است. برده زن رومی به دربار اشکانی وارد شد. برخی از تاریخ‌دانان معتقدند که او به عنوان یک جاسوس برای دستیابی به اطلاعات و یا نفوذ بر پادشاه اشکانی به ایران فرستاده شده بود. طبق شواهد تاریخی برجامانده، فرهاد در آن زمان حداقل 4 همسر دیگر داشته، اما موزا را هم به همسری گرفته و او در مدت بسیار کوتاهی به ملکه و همسر مورد علاقه شاه تبدیل شد. موزا در حدود سال 19 پیش از میلاد صاحب یک فرزند پسر شد و از همان زمان با زیرکی تمام برای به پادشاهی رساندن پسرش نقشه می کشید. اما او در این مسیر با یک چالش بزرگ مواجه بود. پادشاه فرهاد چهارم از همسران دیگرش 4 پسر بزرگتر داشت که ممکن بود هر کدام از آنها را به عنوان جانشین خود معرفی کند. اما در سال 10 یا 9 پیش از میلاد، موزا بالاخره فرهاد چهارم را متقاعد کرد تا برای جلوگیری از درگیری شاهزادگان بر سر جانشینی، 4 پسر بزرگتر خود به نامهای بهنام، فرهاد، روداسپ و سراسپادان را به روم بفرستد. موزا در سال 2 پیش از میلاد پادشاه فرهاد چهارم را که حالا به سن کهولت رسیده بود با زهر مسموم کرد و پس از مرگ او همراه با پسرش که فرهاد 5 یا اشک 15 نام گرفت به عنوان حاکم مشترک بر تخت سلطنت سلسله اشکانیان تکیه کردند. در پشت سکه‌های کشف شده از دوران فرهاد 5 به وضوح تصویری از مادرش موزا همراه با یک نوشته دایره‌ای با عنوان آسمانی به چشم می‌خورد که با نوشته‌های مربعی شکلی که در آن زمان در سکه‌های اشکانیان رایج بوده متفاوت است و نشان می‌دهد که آن دو حداقل مشترکاً حاکم بودند. فرهاد 5 همچنین به مادرش عنوان باسیلیسا به معنای شهبانو داده بود که همسر و پادشاه سایر زنان سلطنتی در دوره هلنیستی از آن استفاده می‌کردند. زمانی که روم باستان تحت تأثیر فرهنگ و آیین یونانیان قرار داشته و این موضوع نشانگر وابستگی ذاتی و درونی موزا و
پسرش فرهاد پنجم به فرهنگ‌های رایج رومیان بوده است. اما بزرگان اشکانی که از انفعال فرهاد پنجم در برابر مزاحمت‌های رومیان در ارمنستان و البته تبار رومی مادرش برآشفته بودند، هر دوی آنها را در سال 4 میلادی و پس از یک حکومت 6 ساله از تخت سلطنت برکنار کردند و اورد سوم را به جای آن دو بر تخت نشاندند. فرهاد پنجم و موزا به روم گریختند و آگوستوس پادشاه روم آنها را پذیرفت. تاریخ نگاران رومی درباره سرنوشت موزا و فرزندش سکوت اسرارآمیزی داشتند و مشخص نیست در روم چه بر سر آنها آمده است. اما بیش از 600 سال پس از سلطنت مشترک موزا و فرهاد پنجم، نخستین زن ایرانی به طور مستقل و به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت نشست. پوراندخت دختر خسرو پرویز شاهنشاه ایران در دوره ساسانی بوده و از سال 630 تا 632 میلادی با گسستی چند ماهه به عنوان پادشاه در ایران حکومت کرده است. خسرو پرویز در سال 628 توسط پسرش شیرویه یا قباد دوم سرنگون و کشته شد. قباد دوم همه برادران و برادران ناتنی بوران را اعدام کرد و این کار باعث آغاز دوره‌ای تاریک در پادشاهی ساسانی و کل تاریخ ایران شد. سلطنت شیرویه بسیار کوتاه بود و با وجود جنایاتی که برای دستیابی به سلطنت مرتکب شده بود، چند ماه بعد درگذشت و پسر 8 ساله‌اش اردشیر سوم جانشین او شد. اما اردشیر سوم نیز پس از یک دوره حکومت تقریباً 2 ساله توسط یکی از فرماندهان نظامی به نام شهربراز روبوده و کشته شد. در این هنگام بوران شهربراز را با کمک فرخ هرمز از حکومت کنار زد و خود به عنوان نخستین پادشاه زن مستقل در تاریخ ایران بر تخت سلطنت نشست. او و خواهرش آزرمیدخت در آن زمان تنها وارثان قانونی بودند که می توانستند بر کشور حکومت کنند. بوران میراثدار امپراتوری روبه زوالی شده بود که درگیر جنگ داخلی میان دو خاندان بزرگ پارسی پارسیک و خاندان پارتی پهلو بود. او معتقد به احیای یاد و اعتبار پدرش بوده که در دوران سلطنتش شاهنشاهی ساسانی به اوج گستردگی سرزمینی خود رسیده بود. اما دیری نپایید که بوران از سلطنت کنار زده شد و پسر عمه‌اش به نام شاهپور شهرفراز جانشین او شد. اما شاهپور نیز مدت زمان سلطنت کوتاهی داشت و پس از مدتی با آزرمیدخت خواهر بوراندخت که نماینده انجمن پارسیک بود جایگزین شد. به این ترتیب آزرمیدخت به عنوان سومین زن در تاریخ ایران بر تخت پادشاهی ساسانیان نشست. او پس از مدت کوتاهی سرنگون شده و به دست پهلوها به فرماندهی رستم فرخزاد فرزند فرخ هرمز کشته شد. به این ترتیب زمینه بازگشت بوران برای دومین بار فراهم شد. اما دومین دوره پادشاهی بوراندخت نیز کوتاه بود. امپراتوری روبه زوال ساسانی در آن زمان درگیر اختلافات و جنگ‌های داخلی بود و بوران در میانه این ناآرامی‌ها درگذشت. اگرچه دو دوره حکومت بوراندخت کوتاه مدت بوده، اما او تلاش کرد با اجرای قوانین عادلانه، با سازی زیرساخت‌ها و کاهش مالیات و همچنین ضرب سکه ثبات را در ایران به ارمغان آورد و روایت‌های بسیاری درباره حکمت و دانش او در تاریخ موجود است. او در دوران سلطنتش به دنبال ایجاد روابط خوب با همسایه غربی امپراتوری بیزانس بوده و یک فرستاده را نزد امپراتور هراکلیوس پادشاه بیزانس فرستاد که از سمت او با احترام پذیرفته شده بود. در زمان سلطنت بوران، سکه ها به یاد گذشته و احترام شخصی او به پدرش به طرحی که خسرو پرویز استفاده می کرد برگردانده شدند.
او همچنین دارای سکه هایی با طرح‌های رسمی تر بوده که برای استفاده عمومی در نظر گرفته نمی شدند. بر روی سکه های بوراندخت از او به عنوان بازگرداننده میراث خود یعنی نژاد یزدان یاد شده است. در نوشته روی سکه های او چنین آمده است: بوران بازگرداننده نژاد یزدان. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.